بیننده و شنونده یکی دیگه از برنامه‌های نینا هستید. امیدواریم تا این لحظه اوقات رو به خوبی سپری کرده باشید و بتونید برنامه امروز رو با ما همراه باشید. نینا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی از شبکه تلویزیونی کانال یک هر سه شنبه رأس ساعت 5:30 عصر به وقت تهران پخش میشه. همچنین برنامه‌های نینا رو میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه 5910 مگاهرتز جمعه ها رأس ساعت 9 شب به وقت تهران هم بشنوید. اما برنامه امروزمون، بعد از گذشت 43 سال از انقلاب 57 هنوز هم با انبوهی از تحلیل ها در مورد این انقلاب روبرو هستیم. به همین منظور آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی با ما هستند. آذر مدرسی، ضمن خوشامدگویی به شما، امسال به بفور تعرض رسانه‌ای جریانات دست راستی به انقلاب 57 و کمونیست‌ها بیشتر از سال‌های گذشته شاهد هستیم. انگار عملاً اپوزیسیون راست به جای محاکمه جمهوری اسلامی به محاکمه انقلاب 57 و کمونیست‌ها پرداختن. شما دلیل این اوضاع رو چطور می‌بینید؟ همونطور که گفتید امسال به طور خیلی ویژه‌ای به بهانه بررسی انقلاب 57، به بهانه تحلیل از انقلاب 57 و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد و به بهانه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و 40 و چند سال حاکمیت سیاه این رژیم، جریانات راست و میدیای دست راستی یه تعرض خیلی ویژه و یک فوکوس ویژه و یک کمپین ویژه علیه کمونیست‌ها را انداختن. بررسی انقلاب 57 برای نیروهای راست همیشه بهانه‌ای بوده تا برگردن و بگن که قبل از انقلاب و دوره پهلوی دوره سعادت، دوره رفاه، دوره آزادی بوده و بر طبل بازگشت به گذشته بکوبن. امسال شرایط فرق کرده. امسال علاوه بر این که انقلاب 57 و تمام اون جامعه رو محاکمه میکنن به خاطر اینی که علیه یک حکومت دیکتاتوری انقلابی رو کردن، امسال به طور ویژه فوکوس رو بردن روی کمونیست‌ها و دلیلش خیلی روشنه. به نظر من دلیلش همون دلیلیه که جمهوری اسلامی به زبان‌های مختلف میگه و اون اینه که اگر مواظب نباشیم و اگر این کشتی غرق بشه، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بیشترین شانس رو دارن. همون دلیل و همون حراسیه که یک کسی مثل احمدی نژاد داره و برمیگرده پرچم آشتی رو، اون برعکس راست اپوزیسیون، پرچم آشتی رو به طرف کمونیست‌ها بلند میکنه و میگه که اصلا امام گفت که کمونیست‌ها میتونن در دانشگاه‌ها و در جامعه آزاد باشن. اتفاق مهمی در جامعه ایران طی چند سال گذشته افتاده و اونم تعمیق مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، روی میز اومدن هرچه بیشتر مسئله معیشت، مسئله رفاه، مسئله آزادی و مسئله برابری توی اون جامعه است و همه اینها توی اون جامعه و توی ایران به طور گسست ناپذیری عجین شده با چپ و کمونیسم. کمونیسم در جامعه ایران علارغم تمام تبلیغات جنگ سردی، راست‌ترین به اصطلاح تبلیغات میدیایی، توی جامعه ایران کمونیسم و چپ بودن اعتبار معتبر محبوب و یه جنبش عمیق و یک سمپاتی عمیق به این به جریانات چپ و کمونیستی هست و علاوه بر این اگر در چند سال گذشته اتفاقی افتاده، پولاریزه شدن اون جامعه است و روشن شدن و به چپ چرخیدن اون جامعه است. اگر در دوره‌ای شورا، اداره شورایی آمالی بود که کمونیست‌ها براش می‌جنگیدن، امروز شما از کارگران ایران، از طبقه کارگر، از بخش‌های مختلف جامعه می‌شنوید و خود این پولاریزه شدن و خود این قدرت کمونیسم و سمپاتی عظیم به کمونیست‌ها توی اون جامعه به نظر من کل بورژوازی رو به هراس انداخته. در حاکمان در قدرت، بورژوازی در قدرت به نوعی داره خودش رو برای مقابله در انقلاب آتی با کمونیست‌ها آماده می‌کنه. بورژوازی در اپوزیسیون با شانتاژ‌ها و راستش لجن پراکنی و حتی بحث سیاسی مستدل، نه، با هیاهو، با شانتاژ و با کمپین‌های کثیفی که راه انداختن تلاش می‌کنن
این به اصطلاح قدرتگیری رو در مقابلش بایستن و دارن چراغ سبزی به کسان دیگری غیر از مردم ایران نشون میدن. اگر فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم حراس مشترک بورژوازیه و دارن خودشون رو برای مقابله با مردم، با انقلاب آتی و با انقلابی که میتونه ده ها برابر انقلاب 57 رنگ و مهر چپ رو داشته باشه و اجازه نده بورژوازی هایجکش بکنه، دارن خودشون رو برای یک همچین قدرت نمایی از طرف مردم و طبقه کارگر و کمونیست آماده میکنن. بوی خطر رو شنیدن، این رو قشنگ میشه از حرارت و پشن ضد کمونیستیشون دید به طور واقعی. نظر دیگه یه مطرحه، اینه که میگن کمونیست ها با اسلامیون دست به یکی کردن و اجازه ندادن شاه اصلاحات صورت بده و به جای اینکه اصلاحات کنن انقلاب کردن. شما در این مورد چه تحلیلی دارید؟ ببینید، انقلاب رو هیچ نیروی سیاسی نمی کنه. این رو دیگه حتی راستترین کارشناسان، متفکرین هیئت دولت‌های بورژوایی میدونن که انقلاب رو هیچ سازمان و هیچ نیروی سیاسی نمیکنه. انقلاب رو مردم به خاطر اینی که نیازهاشون برآورد نمیشه، برای اینی که همه راه‌ها رو برای برآورده شدن نیازهاشون میرن و میخورن به در بسته و هیچ جوابی نمیگیرن، این مردمن که انقلاب رو میکنن. نیروهای سیاسی اگر نقشی دارن که حتما دارن، این رو که این انقلاب رو به کدوم طرف میبرن. در نتیجه بحث اینی که روشنفکران چپ همراه با خمینی همکاری کردن، توطئه کردن، فریب دادن، راستش انقدر عوامانه است، انقدر عوامانه و غیر معقوله که هیچ انسان فهیمی یه همچین شانتاجی رو نمیخره. انقلاب رو مردم ایران کردن. خب شما اگر از مردم ایران میخواین انتقام بگیریم، بیان روبروشون وایسیم و بگیم ما از شما میخواییم انتقام بگیریم. چرا میرین زیر پوشش خمینی؟ چرا میرین زیر پوشش انقلابی که خمینی به دستور دوستان عزیز شما و حامیان شما امریکا اومد هایجکش کرد، دقیقاً با همین دستور، که با همین امر که نظر این انقلاب مهر چپ بخوره؟ خب بیاین بگیم مردم ایران اون حرفی که هاردکوراشون میزنن که شاه اشتباه کرد کم کشت، شاه اشتباه کرد کم سرکوب کرد، در نتیجه یک شانتاژی هست علیه انقلاب و علیه مردم ایران، نه علیه انقلاب 57، علیه انقلاب آتی، علیه مردمی که همین الان دارن میگن رفاه میخوایم، دارن میگن آزادی میخوایم. دیگه خبری هم از اینی که شاه برگرده، ما خیلی دوست داریم رعیت بشیم، نیست. اگه گاهی قبلا یکی دو نفر تو دهکوره های چیزایی میگفتن، امروز دیگه شما نه از کارگران، نه از معلمان، نه از بازنشستگان نمیشنوید، نه از پرستاران، از هیچ کس نمیشنوید. در نتیجه این سناریو همونطور که گفتم یک سناریو، یک ساخته شده دستسازیه که هدفش مردم ایران نیست. مردم ایران اون انقلاب درسته 40 و چند سال ازش گذشته، ولی هنوز خاطرش زنده است، هنوز تأثیراتش روی اذهان اون جامعه، روی روانشناسی اون جامعه، روی احساس قدرت اون جامعه، روی احساس ضعف جمهوری اسلامی، روی رابطه‌ای که مردم با حاکمیت دارن، رو همه اینها تأثیر داره. در نتیجه مخاطب این شانتاژ ها، مخاطب این هیاهو و هوچیگریگا مردم ایران نمیتونه باشه. اتفاقا مخاطب این تبلیغات دوباره دولت‌های غربی و در رأسش امریکاست، که اگر شما میخواید در انقلاب آتی دوباره کمونیست ها به قدرت نرسن، اگر میخواید دوباره سناریوی سرکوب انقلاب رو در دست بگیرید، ما مهره های مناسب تری هستیم، ما مهره های ضد کمونیستی هستیم که میتونیم براتون قلعه قم کنیم. ابایی نداریم از شکنجهگران ساواک به عنوان آقایان ثابتی و آقایان فلان اسم ببریم. ابایی نداریم بگیم ای کاش رضا پهلوی بیشتر آدم میکشت. ابایی نداریم بگیم مردم بیخود کردن. کی از هیچ چیزی ابایی نداریم و ابایی نداریم بگیم که ما کمونیست کشی راه میندازیم توی اون جامعه. این تعرض، این کمپین مخاطبش مردم ایران نیست. مخاطبش مردمی که کمونیست ها خودشون رو، بخش عظیمشون خودشون رو چپ عدالت خواه و آزادی خواه میدونن نیست. مخاطب این به اصطلاح تبلیغات دول غربی و در رأسش امریکاست، برای اینی که
نشون بدن آلترناتیو مناسبی هستن. ببینید، شاید در ذهنشون سناریوی انقلاب 57 رو دارن تکرار میکنن که مردم میریزن، جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن و ما مثل خمینی به عنوان ضد کمونیست های آتی میایم به قدرت میرسیم. این سناریو ممکن نیست. ما کمونیست ها و طبقه کارگر ایران نمیذاریم این سناریو پیش بیاد. جامعه ایران بالغتر از اینه که این اتفاقات بیفته. و از طرف دیگه امریکا دیگه پرورش دادن طالبان و به قدرت رسیدن خمینی رو در دست نداره. آلترناتیو های امروز امریکا در مقابل طالبان و خمینی در مقابل آلترناتیو امروز امریکا خوشخیمن. آلترناتیو امروز امریکا فاشیستی ترین جریاناته، داعش و جریانات قومی، ارتش آزاد سوریه است و اینها دارن پتانسیل اینها رو از خودشون نشون میدن. به اسم دفاع از آزادی، به اسم محاکمه جمهوری اسلامی دارن نشون میدن وقتش بشه. ما این ظرفیت رو داریم. به همین دلیل پروژه های ظاهرا معقولتر مثل ققنوس، مثل شورای ملی ایرانیان، مثل شورای مدیریت گذار خورد خورد میره کنار. هرچی جامعه پولاریزه تر میشه، هرچی خطر کمونیسم برای اینها قوی تر میشه، پروژه های یه خورده معقولی که قرار از طریق به قول خودشون دموکراتیک به قدرت برسن میرن کنار. شخصیت های نسبتا معقولشون که میتونید باهاشون بحث بکنید میرن کنار. هاردکورهاشون میان، فاشیست ها و هاردکورهاشون میان. هاردکورهایی که دست بر قضا پرورده دست جمهوری اسلامی هست، خاتمیچی های سابق میشن ضد کمونیست های امروز به اسم دفاع از رضا پهلوی و محاکمه انقلاب 57. انجمن اسلامی های دیروز میشن کسانی که میخوان آینده ایران رو درست بکنن و علیه کمونیست ها وای میستن. کسانی که توی ستادهای کروبی و انواع میرحسین و موسوی و اینا سینه میزدن و تو به اصطلاح ستادهای انتخاباتیشون بودن، امروز میشن مدافعان آینده سعادتمند و مرفه ایران. دست پرورده های جمهوری اسلامی به عنوان کند شدگان از جمهوری اسلامی دیگه خیلی خیلی باید بیشرم باشن که به اسم دفاع و دفاع از مردم و مقابله با جمهوری اسلامی امروز سنگ انقلاب آتی، سنگ سعادت مردم رو به سینه بزنن و انگشت اتهام رو به کمونیست های رو به کمونیست های بکشن که از روز اول گفتن ضد انقلاب حاکم پرورده دست امریکا، نتیجه کنفرانس گوادالوپ بوده و از لحظه اول علیهش وایسادن و بیشترین قربانیان رو در کنار مردم ایران دادن. در نتیجه جامعه داره قطبی میشه. هاردکورها فالانژهاشون رو انداختن جلو برای اینکه شانتاژ ضد کمونیستی بکنن، نه مخاطبشون مردم ایران. مخاطبشون دست راستی ترین محافل توی قدرت امریکاست و بلنگوهاشون دست بر قضا همون بلنگوهایی که دوره انقلاب 57 خمینی رو به عنوان رهبر انقلاب توی بلنگو کردن و روی صحنه تلویزیون آوردن و به جهان گفتن این رهبر انقلاب ایرانه. همون ساز، همون آواز و همون نیروها امروز دارن علیه انقلاب آتی ایران نقشه میکشن، خودشون رو آماده میکنن. ولی همونطور که گفتم جامعه ایران بسیار بسیار بلوغ یافته تر از اینه که دوباره اون سناریو بتونه تکرار بشه و بسیار بسیار آماده تر از اینه که بتونن براش ارتش آزاد سوریه سازمان بدن و این دفعه به اسم نژاد آریایی و عظمت ایرانی و ایرانی به اصطلاح ایران و ایرانیت بخوان خون بپاشن به انقلاب آتیش. انقلاب آتی اشاره کرده. بحث هایی هست که مطرحه که میگه که در اون دوره سطح شعور سیاسی مردم پایین بوده و مردم اصلا نمیخواستن انقلاب کنن و حتی در جاهای اون رو با اعتراضات آبان ماه و دی ماه مقایسه میکنن و حتی این رو اگر بخوایم به انقلاب آتی که شما اشاره کردید، اعتصابات معلمان و اعتصابات کارگران و به اینها بخوایم ربط بدیم، کلا نظر شما در این موارد چی هست؟ ببینید، مردم ایران شعور سیاسی نداشتن راستش فکر میکنم توهین بزرگیه به مردم ایران. مردم ایران بلوغ سیاسی امروز رو نداشتن قطعا، ولی مردم ایران میدونستن چی میخوان و میدونستن چی نمیخوان. شاید این درست تره. میدونستن چی نمیخوان. میدونستن نمیخوان کسی بالای سرشون به عنوان اربابشون باشه و اینها گوسفندها و رعیتاش باشن. این رو مردم ایران نمیخواستن. مردم ایران دیکتاتوری نمیخواستن. مردم ایران ساواک نمیخواستن. کارگر ایران استثمار نمیخواست.
کارگر و بخش اعظم مردم محروم اون جامعه رفاه میخواستن، آزادی میخواستن و برابری میخواستن و اینها تمام این مطالبات وقتی که طرح میشد تو اون جامعه با گلوله جواب گرفت. کارگران وقتی که اعتصاب کردن در زمان خود رضا پهلوی جوابشون رو گلوله دادن، کارگران وقتی که اعتراض کردن توی اون جامعه جوابشون سرکوب بود، درست همون جوابی که امروز جمهوری اسلامی بهشون میده. دانشجویان وقتی اعتراض کردن جوابشون سرکوب بود. روشنفکر ناراضی وقتی که اعتراض میکرد جواب شکنجه، زندان و ساواک و تیرباران بود. این رو جامعه ایران میدید و این رو نمیخواست و این شعور سیاسی بالایی رو میخواست اتفاقا که بدونن چی نمیخوان. جامعه امروز بسیار بلوغ بیشتری پیدا کرده، از انقلاب 57 درس گرفته و میدونه که فقط نخواستن جمهوری اسلامی کافی نیست. میدونه هر کسی گفت مرگ بر جمهوری اسلامی دوست نیست. میدونه که روزی ترامپ هم گفت نمیخواد جمهوری اسلامی رو. میدونه روزی دولت امریکا هم علیه جمهوری اسلامی بود و برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی نقشه سوریه کردن ایران، نقشه حمله نظامی به ایران رو داشت و در نتیجه درس گرفت از انقلاب 57. مردم در انقلاب 57 میدونستن نه سلطنت میخوان و نه دیکتاتوری، نه استبداد و نه فقر رو میخوان. میخوان حرمت انسانی، آزادیشون، رفاهشون رو داشته باشن. 40 و چند سال از اون انقلاب میگذره، جامعه ایران بلوغ سیاسی بالایی پیدا کرده و درسهای زیادی گرفته. به همین دلیل، به همین دلیل تکرار سناریوی انقلاب 57 ممکن نیست. ممکن نیست شما با تبلیغات میدیایی، با شومنهای تلویزیونی فکر بکنید میتونید اون انقلاب رو هایجک کنید. جریان اسلامی اگر تونست اون انقلاب رو هایجک بکنه، یک بخشش توافق امریکا بود که ممکنه اپوزیسیون راست داشته باشه اون رو، یک بخش دیگهش وجود یک جنبش ارتجاعی در خود ایران بود. بورژوازی راست ایران، پرو امریکایی ها یک همچین جنبش عمیقی رو ندارن توی ایران. برعکس، عدالت خواهی، آزادی خواهی و چپ و کمونیسم در ایران بسیار بسیار قوی تر، بسیار بسیار خودآگاه تر، بسیار بسیار متحزب تر و بسیار بسیار هوشمندتر و با درایت بسیار بسیار بیشتری داره خودش رو برای انقلاب آتی آماده میکنه. جامعه ایران در انقلاب 57 میدونست چی میخواد، در اینی که میدونست چی نمیخواد، در اینی که چی میخواد تونستن جریانات ارتجاعی ببرنش به طرف دیگری و سرکوبش بکنن. الان جامعه ایران میدونه که چی میخواد و دلیل اینی که سرعت تحولات به دوره انقلاب 57 نیست و شما در عرض یکی دو سال مواجه نمیشید با یک جنبش عظیم برای به زیر کشیدنش و قدرتمند که میتونه به زیرش بکشه، تماما در این خودآگاهی و تماما در این درسیه که گرفته. خطای انقلاب 57 رو مردم ایران تکرار نمی کنن. در کنار اون و همزمان سوریه، عراق، افغانستان رو دیدن و نمیذارن و اجازه نمیدن. این دفعه به اسم آریا و آریایی، به نام مام میهن و ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی خون بپاشن به انقلابشون. فاصله عمیق هست، تفاوتی جدی هست، ولی تمام این تفاوت ها و فاصله ها به ضرر راست و اپوزیسیون راست تموم شده تا به نفعشون. شما خودتونم در صحبت هاتون اشاره مختصری کردید. خود هیئت حاکمه و سران جمهوری اسلامی نظراتی دارن. مثلا قالیباف رئیس مجلس در سالگرد انقلاب گفته که پشیمان ها از انقلاب میخواهند همه ناکامی ها را به انقلاب نسبت دهند. و در جای دیگه احمدی نژاد در دیدار با جمعی از فرهنگیان گفته که حتی کمونیست ها هم آزادن نظراتشان را بیان کنند. معلمان کمونیست هم باشند نباید اخراج شوند. به نظر شما چه پیوستگی بین این به اصطلاح تملق مهره‌های جمهوری اسلامی و از اون طرف کشمکش و حراس اپوزیسیون راست از کمونیستا هست؟ ببینید، یه بخشی از کسانی که در انقلاب 57 شرکت کردن و فکر کردن که خمینی و جنبش اسلامی یک جنبش انقلابی و یک نیروی رادیکال هست، چون ضد امپریالیست رفتن پشتش، از خانم عبادی گرفته تا خیلی وسیعی از کسانی که رفتن پشت خمینی، خب پشیمانن.
پشیمانن و به جای اینی که برگردن بگن من اشتباه کردم، جریان ما اشتباه کرد، لیبرال هایی که رفتن توی حکومت و در کنار خمینی کمونیست ها و طبقه کارگر رو سرکوب کردن، نهضت آزادی که رفت در کنار خمینی در قدرت شریک شد و کمونیست ها رو سرکوب کرد، جریانات دیگه که سهیم شدن در قدرت و فکر میکردن این جنبش یک جنبش رادیکال هست، امروز به جای اینکه برگردن بگن ما اشتباه کردیم و همون دوره اتفاقا کمونیست هایی که ایستادن و گفتن این یک ضد انقلاب جدیده و باید در مقابلش ایستاد رو ما همزمان همراه جمهوری اسلامی سرکوب کردیم، به جای اینکه برگردن و این حقیقت رو بگن و اینقدر انصاف داشته باشن که بگن ما اشتباه کردیم و اینها حق داشتن، از روز اول گفتن که این حاکمیت یک حاکمیت ارتجاعی و مذهبیه و باید علیهش ایستاد، به جای اینکه این رو بگن میرن سراغ اینی که ما اشتباه کردیم، کمونیست ها اشتباه کردن و انقلاب اشتباه کرد. پشیمانان از اون به اصطلاح انقلاب، نمایندگان اون انقلاب نیستن، اینها باز کماکان بخشی از ریزش خود حکومت هستند. جمهوری اسلامی ببینید از روزی که به قدرت رسید به طور دائم توی خودش پوسته انداخته و کسانی رو از خودش زدوده، یک دوره اکثریتی ها و توده ای ها نیروهای جمهوری اسلامی بودن، طرفدارانش بودن و شعار میدادن که سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید که مردم رو در کردستان سرکوب بکنه، اونها رو رون و قربانیشون کرد. یک دوره لیبرال ها همینطور، بنی سرد، یزدی، همه اینها رو خورد خورد از خودش کن، هر چقدر جاپای خودش رو محکمتر کرد اینها رو بیشتر از خودشون. خب اینها کسایی بودن که ظاهرا در انقلاب شرکت داشتن و جمهوری اسلامی پسشون زد. بعد از اون اصلاح طلبان اومدن که این نسل جدید فالانش‌های آریایی ما از اون نسل هستن، خب اونا رو هم پس زد، قبول نکرد، نمیتونست ادامه ی حیات بده. به هر حال هر چی اینها رو پس زد، اینها به عنوان کسانی که در انقلاب شرکت داشتیم پس اون انقلاب اشتباه بود، امروز به صدا در اومدن نه، اون انقلاب یک انقلاب برحق بود، یک جریان ارتجاعی تونست هایجکش بکنه و بعد سرکوبش بکنه. طیفی از کسانی که در به قدرت رسیدن همین ارتجاع دست داشتن امروز پشیمانن از انقلاب، از اشتباه خودشون و میندازن گردن انقلاب و در رأسش میندازن گردن کمونیست‌ها و کمونیست‌ها رو محاکمه میکنن، در صورتی که کمونیست‌ها از روز اول گفتن باید علیه ارتجاع حاکم و این ائتلاف ضد انقلابی لیبرال‌ها و ارتجاع اسلامی ایستاد. در نتیجه آقای قالیباف اگه کسی رو مخاطب بشه، مخاطبینش برن جوابش رو بدن، راست میگه، یه عده‌ای پشیمون شدن از اون انقلاب، خب اونا برن جوابش رو بدن. احمدی نژاد هم من گفتم احمدی نژاد فکر میکنه امروز به این نتیجه رسیده، امروز این قدرت کمونیسم رو شما نمیتونید به راحتی و با شانتاج مقابلش وایسید. احمدی نژاد به عنوان نماینده این حاکمیت که میخواد در مقابل انقلاب آتی به قدرت جمهوری اسلامی به ایسته، تلاش میکنه یک بار دیگه آتش بس رو اعلام بکنه با کمونیست ها و با چپ توی اون جامعه، همون کاری که خمینی در ابتدای به قدرت رسیدنش انجام داد و گفت کمونیست ها آزاد هستن، میتونن. مردم ایران همه اینها رو تجربه کردن، هم انقلابیونی که کسانی که رفتن تو انقلاب و به نام انقلابی رفتن علیه انقلاب وایسادن، در کنار جمهوری اسلامی علیه انقلاب مردم ایران وایسادن رو دیدن و پشیمانی اونها رو به حساب نادرست بودن اون انقلاب به حسابش نمیذارن، و هم خمینی رو دیدن. در نتیجه اروتیزهای احمدی نژاد و پرچم صلح بلند کردنش به طرف کمونیست ها رو بهش وقعی نمیذارن و اون رو هم جزو توطئه ها و تلاش هایی برای ادامه حاکمیتش میذارن. ببینید ما در آستانه انقلاب 57 هستیم، ولی تمام دنیا و من جمله جمهوری اسلامی از خطر یک انقلاب دیگه داره حرف میزنه، همه دارن خودشون رو برای این اتفاقات و تحولات آتی آماده میکنن. راستی که اینطور علنی شمشیر رو از رو بسته و با وقاحت تمام در مدح ساواک زمان شاه حرف میزنه و علیه کمونیست ها شمشیر میکشه، خودش رو داره آماده میکنه که در فردای انقلاب یک سناریوی ارتجاعی رو به ایران تحمیل بکنه. این سناریو دوباره به حاکمیت رسیدن یک جمهوری ایرانی نخواهد بود، این سناریو سناریوی
فاشیست هایی خواهد بود که این دفعه داعش اسلامی نیستن، داعش های ایرانی، داعش های ناسیونالیست و نژاد پرست و آریایی، نژاد آریایی طلب اینها ایرانی خواهند بود که از الان چهره هاشون رو شما میتونید توی شوهای یک نفره که برگزار میکنن ببینید. در نتیجه جامعه ایران پولاریزه شده، یک انقلاب آتی در راه و همه دارن خودشون رو آماده میکنن. تعرضی که اینها دارن به کمونیست ها میکنن امروز، نه تعرض به انقلاب 57 و نه حتی تلاشی برای بازگردوندن سلطنت، میدونن که اینها شانسی ندارن. این تقابلی با کمونیسمی که در آینده میتونه مهر خودش رو به اون جامعه بزنه، تقابلی با طبقه کارگر و چپی که میخواد و قدرتش رو داره مهر خودش رو به اون جامعه بزنه. جنگ جدی در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و در پروسه انقلاب آتی بین طبقه کارگر و بورژوازی، بین کمونیست ها و ناسیونالیست ها و ترامپیست های ایرانی در جریانه. این تبلیغات و این کمپین بخشی از اون جداله و باید با همین روشنی دیدش و در موردش قضاوت کرد و در مقابلش ایستاد. ممنون از شما آذر مدرسی که با برنامه ما همراه بودید. به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه های نینا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی از شبکه تلویزیونی کانال یک هم پخش میشه. همچنین برنامه های نینا رو میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه 5910 مگاهرتز هم بشنوید. نینا رو بشنوید و به دوستان و آشناهاتون معرفی کنید.